بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب على إمام الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما تای درس گذاشته به یک سوال پاسخ دادیم و یا سوال را مطرح کردیم که پاسخش به شما ماندیم سوال را که بر شما ماندیم این بود که آیا این نیکی ها و بدی هایی که از انسان سر می زنند اعمال افتخارآفرین و اعمال فخرآفرینی که بشریت اجرا میکنن و بالمقابل اعمال شرماور و ننگینی را که از بشریت دست میزنن ای به کدام خصلت و ویژگی انسان بر میگرده ای یک سوالی بود که کار خانگی شما بود اگر بیادتان باشه گفتیم که کجا انسان آدم به کدام ویژگی انسان پی ببره که بتانه آن خصائل یا آن خصوصیاتی که اصل تربیت پذیری سالم و یا ناسالم انسان مربوط و منوط به او است که انسان ها دیده می شود که به یک چهره به یک قواره ظاهرا با هم مشابه ولی یک سلسله انسان ها اعمال افتخار آفرین و اعمال میکنه که تاریخ برویش فخر میکنه و امی انسان ها ظاهرا دیده می شود که همسان از این انسان ها هم لباس امی انسان ها با مشابهت داره اعمال را میکنه که تاریخ سرش ننگ داره و آر داره و به نام لکی سیاه در تاریخ ثبت است اعمال جنایتبار و شرماور اعمال افتخار آفرین و سازنده هر دویش انسان هایی میکنن که ظاهرا هم نو همسان هستند انسان هایی که ظاهرشان یک شکل است آلی به کدام ویژگی و کدام خصلت از این برمیگرده به کدام خصلت از این ارتباط مستقیم داره که ما اونمو خصلتش مطالعه کنیم اگر یه آدم مطالعات فیزیولوژیکی ضرورت داره که ما مطالعات فیزیولوژیکی کنیم که یه آدم جور کنیم اگر مطالعات پسیکولوژیک ضرورت داره یا روانی روانشناسی مطالعات سایکولوژی را کنیم که ما یه آدم مطالعات روانی و سایکولوژیک کنیم اگر این ضرورت داره به یک سلسله خصلت ها و عادت های اخلاقی ازی که ما مطالعات اخلاقی و فلسفی سر ازی اجرا کنیم کدام اصل ازی را ما مطالعه کنیم که بتانیم ما انسان سالم بار بیاریم یا می سوال خود اگر دیگه هم ساده کنم اقسمی میگم براتون که انسان چی کنه تا بتواند فابریکه سلامت انسانی بسازه یک فابریکه انسان ها بسازه که انسان های سلیم تولید کنه انسان ها فابریکه ساخته که کامپیوتر تولید میکنه سلاحای رادیواکتیو تولید میکنه اشعه های مفیده و مضر را تولید میکنه بالای ژن های وراثی بمباردمان اتمی میکنه که او ژن های وراثی را تغییر میده فابریکه داره که نسل ها را تغییر میده نسل مذکر به مؤنث مؤنث به تذکر و تانیث بدل میکنه این کارا را میکنن باسته استفاده های طبی بمباردمان اتمی میکنن ژن را او ژن تغییر میخوره مؤنث به مذکر میشه مذکر مثلا فرمول XX است به XY تبدیلش میکنن یا برعکس XY به XX تبدیل میکنن این کار انسان ها کردن فابریکی چوچه سازی های حیوانات ساختن که بدون خود حیوان از نطفه حیوان یا از تخمه حیوان حیوان تولید کنن اون
اما ماشین سادهش ماشین مرغ است. اون دیدین شما که بسیار ماشین ساده است در افغانستان ما شما هم است و در هر جای بسیار ماشین عادی و ساده با یک فضای مناسبی که حرارت که عمو سینه مرغ تولید میکنه اون هم قدره تولید میکنن و بالاخره او تخمه 40 روز بعد یا 30 روز بعد یا 20 روز بعد بعد چوچه تبدیل میشه. این کارا رو انسان ها کردن و انسان توانسته که با واسطه ریموت ها کنترل کنن فضا را، راکت ها را در فضا، طیاره های بی پیلوت با واسطه ریموت ها کنترل میکنن. این کارا رو انسان کرد، کارهایی را کردن که مثلا قایدر یک کلیف، نه قایدر یک تکمه، کمره را ساخته که تمام همی صحنه ها را فیلم برداری میکنه، بیشتر کمره های استخباراتی و مخفی ها، این همی شکل یک کلیپ، یک قایدر یک کلیپ دیگه مثل تکمه شوال بند است، خیلیش تکمه پوش شیشه‌ای داره، ولی در داخل از او لنزی است که تمام جا را میگیره و به چپ میته و چپ بالاخره او را انتقال یا باسته بلیتود های بسیار کوچک، بلیتود هسته که قایدر سر گوگر این همه قدر بلیتود فقط با قدر اینمی انتقال میده به دستگاه، دستگاه باسته من کلانتر است. خب این کارا را بشریت تانست، بسیار کارهای محیر القول کرد. ببین باسته از اینمه قدر انسان اگه اطلاعات بسیار عمدی، اطلاعات تصویری و ویدیویی و طباعتی را انتقال میده. خب این کارا را خب انسان کرد. آیا انسان این کارام کرده میتونه که فابریکی انسان سلیم بسازه؟ آیا انسان قدر قدرت داره که فابریکی بسازه که انسانهای سلیم تولید کنه؟ باید تحلیل و تجزیه شود، انسان باید موشگافی شود، مطالعه دقیق و اکادمیک شود، یک بار انسان شناخته شود که چی نوع موجود است، در درون ازی چه عوامل است که ای را به سوی خیر میبره، چه عوامل است که ای را به سوی شر میبره، عوامل خیر و شر در وجود انسان کدام ها اند، این را باید انسان مطالعه کنه و مطالعه دقیق تا بتواند از این را انسان به مو اصله. مثلا یک رادیو را خراب شده پیش مستری میبری یا پیش ورکشاپ میبری، انجینیر این را باز میکنه میبینه که مشکلش در کجایش است، باز میکنه یک بار یک نظر تام مندازه، میگره میگیره هر جایش را چک میکنه، دید که یک قسمتش مثلا یک دایودش شارت است، اونم قسمت سرش کار میکنه، قسمت لاود اسپیکر و قسمت های فرستنده و آخذه و قسمت های مایک و قسمت های مثلا ادپتر و ایناش کار نداره، میبینم یک قسمتش که مشکل داره و نمورا کار میکنه، تلفنتان خراب میشه، یک دفعه شیشه سیاه میکنه، زنگ میره زنگ میاد خمون تا شیشه نشان نمیده، او دیگه در سویچ های دیگه دست نمیه، او را باز میکنه فقط سکرین امو شیشه از او را برات عوض میکنه، یک شیشه دیگه میبینه که مشکلش در کجاست. اینمی شکل انسان به عنوان یک موجود حساسی که داخل از این یک سلسله اصل هاست، تا او اصل ها شناخته نشه انسان نمی شاید که از دیگر انسان سلیم بار بیاید. فابریکه تولید اونمو وقت جور میشه فابریکه تولید انسان سلیم، که فابریکه یا مکتب انسان شناسی مثلا از این رابطه پروژه گرفتیم، سبا که استاد دعوت کردیم، سبا دفاعیم است که ما به عنوان چلنج گفتیم، یعنی ما او یه چلنج دادیم که تا مادامی که بشریت نتانه مکاتب و درسخانه های را مبنی بر شناخت انسان نکنه، طبیعی است که به هیچ وجه هیچ نوع ریفورم اداری، قضایی، استخباراتی، پلیسی، ریفورم های گوناگونی که در دنیا از قضایی و عدلی و سارنوالی ها ایران یکیشان مفید و مسمر نیست. مجلسی که ثبت میشه اوجا ما از پروژه دفاع میکنم، در اوجا چلنج دادیم که تا مادامی که درس خانه های مبنی بر سرشناخت انسان ایجاد نشه یک نوع ریفورم فایده نمیکنه. عنوان پروژه ما هم است که نفس و تأثیر آن در صلاح و فساد انسان. این میرسل از این یک کار کردیم، کار یک ساله ما، یعنی یک سال این خیلی کار کردیم، یک پروژه زخیم ساختیم که تقریبا اگر کتاب چاپ شد حوالی 300 صفحه میشه، 3-3.5 صفحه کتاب زخیم است دیگه. سر ازی در طول یک سال فکس خوب کار کردیم سرش، ولی در این کتاب چون پروژه علمی دفاع میشه از پیش، در محضر اقلا 36 نفر رقیب داره، 36 نفر اعضای علمی که کلش رقیب است، او رقابت جزء از کار علمی سوجا، اگر رقابت نکنه، سوال نکنه، اعتراض نکنه، پروژه پاس نمیشه، باید اونا رقابت کنه. 36 نفر از علمایی که هر کدامش از مکتب استعدادش بالا، توانایش بالا و قدامت چیشان بالاست. ما امی فرموده شما را چلنج دادیم برای بشریت که تا مادام انسان درسخانه ها جور نشه، ای انسان پیسه بده با پیسه جور نمیشه آدم، میبینین که پیسه دارا مفسد است، پیسه دارا قاچاقبر است، پیسه دارا گناهگار است، انسان غریب بساز بازار جور نمیشه، میبینیم که غریبا مفسد است، غریبا دزد است، غریبا قاتل است،
انسان اگر باسواد بسازی هم جور نمیشه. میبینیم که باسواد ها مفسد است، باسواد ها خراب است. انسان اگر بیسواد بسازی هم جور نمیشه، که بیسواد ها را میبینیم که کارهای نادرست و ناروا و فساد میکنه. پس لذا این ریفورم هایی که سواد و بیسوادی، غریبی و سرمایداری، قدرت و بیقدرتی، آرامی و نارامی، به اصطلاح دسترسی در یک جای، دسترسی من دست بند کردن یک کس، نه، فقط انسان درسخانه سلامت بسازه، بینی انسان جور میشه. درسخانه سلامت چی وقت ساخته میشه؟ فابریکه سلامت وقت تولید میشه دوستا، که انسان درسخانه بسازه. شما فکر کنید فابریکه حربی، در این فابریکه کی کار میکن؟ کسی که مکتب حربی رو خوانده باشه. یک نفر مکتب حربی رو نخوانده فابریکه کار کرده نمیتونه. در فابریکه پشمینه بافی کی کار میکنه؟ کسی که تعلیمات پشمینه بافی رو یاد داشته باشه. ولی یک پینه دوز ببینی که هم کار میکنم، گپ میزنم، چای میخورم، او عادی کار میکنه. به خاطری که او درسش خوانده، همو رشته رو فهمیده. او درس این ضرور نمیه که درس در قلم کتابچه باشه، اونم یک درس است که او از استادش خدا مخته. خیاطی رو من خیاطی بت نمیتونم کردن، ولی قلم از دستم بت او چیزی که من نوشتم میگم خیاط باز نمیفهمه. حتی نمیفهمه. یکی از اعتراضای سر پروژه ما بودم، استاد راهنمای ما گفت خیلی قوی نوشته که در سطح مردم بلند است. ما دیدم گفتم استاد ما یکم که نفسم دو دخیل بود، ما چون پروژه نفس بود، من نفس کار خدا بینش کرد، گفتم یک پروژه نوشته کردن که مردم دندان بگزه. پس هم بازیم که نه خلاف شه. اول ما همین به نیت شروع کردم، پس هم نیت بعد زود تبدیل کردم، گفتم نه امی ای تو یک پروژه نوشتم میگن که مردم استفاده کنه کس. آلی اما اولش خیلی سخت است، اولش اخیراش باز یک ذره آسان ساختیم. اولش خیلی سخت است، همین 100 صفحه اولش که او را چون پروژه نفس بود، نفس کار خود را بینش کرد. نفس گفت باش که تو مرا میکوبی که مالو کارت کنم. اما قصه بایزید بستامی باز یادم آمد. بایزید بستامی را سلطان هر وقت پیش خود میخواست، بازی نمیرفت. هر وقت دیگه وقت سلطان بهش رفت گفت تو عالم هستی، صالح هستی، تو نمیخوای در این مغاره ششتی؟ گفت تو نمیخوای که بیای وجود بسته دربار هدایت کنی؟ آیت را برش خوان که علمای دینی مسئولیت دارن، وجیبه دارن که بیان پیش مردم و دعوت کنن. سلطان بایزید بستامی دید که علی ای توی اگر در دام گیرش کرد، گفت مگر تو وجیبه نداری؟ گفت ایجا تنها بر خودت عبادت می، اوجا که بیایی که وزیرا و وکیلا اینا خودت وارد شوند، خوش نیستی؟ خود خلاصه ای را که مجبور میره به دربار میره. در دربار خود تمام دیگه سلطان ای را بالا میشاند. و بایزید بستامی خیلی انسان عارف بود و انسان با گوشه‌نشینی خیلی چی داشت، علاقه مندی. دید که نفس روز بر روز خراب میشه، بالا بشی و پادشاهی را قدر کو دست بوسی کو پادشاه کله گیره خاموش، کله خاموش میگه گوش کنه گپ شیخه. باز شیخ دیگه قلقله را شروع میکرد. دید که این بالای نفس تاثیر منفی کرد، آلی هر چی میکنه بر پاشا میگه که مرا نجات بده. صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه را میکرد. دیگه هر چی میخواست خود خطا بده، خطا نمیشد از این دربار. آخر که نشد برش گفت که گفت ما بر نفس گفت ما که تو میفهم رف قرصان کرد که دیمی شار میزنه بدکار کی از بدفعل و بدکار. گفت فلان زن است که مشهور زن بوده در بدکاری و بدفعلی. پیش از او رفت گفت من یک خواهش از پیش دارم. گفت بایزید آدم متقی پاک، گفت ایجا بیای، تو چی میکنی با این قبا و عبای ایمانی؟ تو در این جای گنده میای؟ گفت من یک خواهش از پیش دارم. گفت بگو. گفت اگر شود که این فرد آمده دربار پادشاه باشم و تو در دربار بیای سر من تهمت کنی، بگوی که آدم که تمام عمل بد اجرا کرد، یعنی چی میشه؟ او گفت نه نه این کار. گفت خاک میشم، خاکستر میشم که من با بایزید بستامی و آدم تهمت کنم؟ کم گفت گناهکار هستم که دیگه. گفت من خودم به خاطر فایده خودی کارا میکنم. خیلی زن باعث میکنه نه زن قبول نمیکنه. زن آخر برش میگه تو عقل داری؟ امی ما که هر چی بگی گپ ما در مقابل تو و آدم شنیده میشه. کمی هر کس بگی مردم اول مرا پاچا چانواری اعدام میکنن، پاچا خبر شو اعدام میکنه مرا دیگه، ما سر خود به اعدام برابر کنم خدا. گفت نه، ما از اعدام پاچام تو را خلاص میکنم، از همه چیز خلاص میکنم. اول گفته این مردم گفت قبول نمیکنه، چون تو زندگی بسیار پاک داری، گذشته تا مردم شناخته، ما که هرچی تومت کنم مردم مرا لعنت میکنه و سر تو قبول نمیکنه. گفت من یک راهشان نشان میدم. گفت من چپن خدا پیشید میمانم، باز بگو که این عمل نادرست اجرا کرد و دیروز پیسه نداشت، چپن خدا گرو موند، حالا این چپنش نشانی چپن این چپن مرا پیسه بده، ما چپن کار ندارم، پیسه میخوای. ای زن به این عنوان میاد در دربار، ای خزن مجبورش میزه. بایزید برش میگه که میشود خدا میره سبب هدایتت بگردانه، سبب هدایت و پاکیت شو. خب به می نیت ای زن ها میاد غال مغال میکنه. خب با زن های دیگه یاد داره که چخص می غال مغال کنن، غال مغال در دربار میکنن. میگه ما پیش پاچه ها نمیمانی رو ممانیت میکنن.
میگن پادشاه حال مقال پشت قصر میشنه چی گپ است؟ این پادشاه امروز وار نبودن که از کجا همه چه بس ممانیت است، از چاره زنبق بخرم که بند است تا به میدان هوایی را، تا به چاره صحت عامه. و او طرف هم از وزیر اکبر خان از چی شروع، از پیش قلوردو شروع تا به چی را. او پادشاه سابق هم قصرشان یک دانه بواب دان قصر استاد میشد، گفت پشت قصر قال مقال است چی است؟ کسی یک زن آمده میگه که بایزید بستامی را کار دارم، یک دفعه مرا بان پیش از او. برای بایزید گفته، گفت یک زن میخواهی که تو را ببینه، تو میخواهی که او را ببینه؟ گفت آه مشکل نه، هر کس که مرا کار داره میخواهی بیای ببینم. او یک میزان قال مقال داخل قصر شروع میکنه، میگه یادم او پادشاه، میگه تو را بگیم یادم نمیشناسی تو. پادشاه برش میگه، میگه لب ببند لب ببند عاجل، میگه چپ چپ دهن ببند چی میگی؟ میگه با بایزید، میگه دی تو گپ مرا گوش کن پادشاه، این دی روز دیگه این به خلعت آمده، به چپن آمده دیگه قراششتا. و پادشاه برش پیشنهاد چپن ها را کرده که چپن ها، گفت نیم هم چپن خودم به دست میای، گفت چپن خودم دوباره به دست میای. پادشاه میگه که نی نمیزی، گفت بایزید را نمیزی که به چنین چی بدون خلعت باشه، یعنی بدون چپن به این شکل. خب خیر که ایزن برش میگه، میگه ای بایزید تو نمیشناسی. میگه چو باش چو بید که گناهگار میشی غرق میشی. میگه ای بایزید آدم خراب است، ای آدم خوب نیست، این شما را بازی میتبه. گفت ای دیروز آمده یک عمل ناروا را اجرا کرده و چپن خود مانده و خودش رفته، این چپنشه، این نشاری چپنش. چپنه که میبینه که راستی هم چپن خواهد بایزید است. خوب وقتا لگه لباس فراوان نبود که همه شابه باشه، یک لباس در جان کس که میبود کلگی او را میشناخت. گفتی چپن خواهد بایزید، بایزید هم که میبینه که راستی هم یام به چپن، یک شاید دوم. سنی بایزید سعی میگنه، میگه زن چی میگه؟ میگه والا انسان موجود ضعیف است، انسان موجود ناتوان است. نمیگم که عمل دروغ بوده صحیح بوده، میگه انسان موجود ناتوان و انسان موجودی است که زیر اثرات خواهشات نفس میباشه. پادشاه که میبینه که ما تو را سر دامنت نماز میخوانیم، تو چی بر آمدی وادی آخر؟ پادشاه سابق خیلی احساساتی و غصناک میبودن، حالا میگه بزنین دیگه، خوی دیگه چیز بر آمد بزنین. میگه پایین پرتنش قصرهای بالا خود دیده بودی که سابق پتا پایا داشت و نگان موزیما اگر رفته باشی، نگان جایی که عکس یاد اگر تلویزیون ها دیده باشید، از اونجا که مندازه شیره کت لغت میزنه دیمی زینا لور میخنه، ای به نفس خود میگه، میگه خوردی بچیم خوردی بچیم، تا پایین که میگه نفس این پچل شده، این قگب شده است. برای نفس میگه بکشینی از دربار، از دربار میکشه. بایزید پس نام خلعت چی خود خلوت خود میره اونجا، بر نفس خود میگه، میگه خوردی دیگه، میگه شوق پچایی رو میکنی. اینی هر بار نفس خورد دیگه. نفس آدمی اون قسمی است، یگان وقت غرور پیدا میکنه، یگان وقت میگه منم، نمیگه که نیم چارکم چارکم دیگه. برای ما هم نفس ابتدا میتونی یک وسوسه داده بود که یک چیز نوشته که مردم دندان بگذر، پس ما باید این گفتیم همین خودش خودخواهی است، همین خودش نفس است، همین خودش تو با دیگران نفس معرفی میکنی، نفس خودت پوخانه واره پوندیده. باز به خدای خود توبه کشیدم و انشالله که او را تسهیل هم کنیم. لذا دوستا وقتی که ما بخوایم این سوال جواب بدیم، باید ما سه نظریه را درک کنیم. یک نظریه مکتب سوسیالیستی است. سه مکتب رقیب در سه قرن با هم جنگیدن. سه مکتب رقیب، ایره یاد بگیره قبل از اینکه بگو ایره. سه مکتب در رقابت قرار داشتن، یک مثلث رقابتی ساختن. مکتب سوسیالیست غرب که پس آنها به نام کپیتالیستی یاد شد، نظام های سرمایه داری. مکتب سوسیالیستی شرق که بعدها به نام کمونیستی یا مارکسیستی یاد شد. و سوم مکتب اسلام. زمانی که اسلام به صحنه وجود به صحنه آمد، سایر نظریات و مکاتب همه ایش زیر تحت شعاع اسلام قرار گرفت، ختم شدن به عنوان فلسفه. به عنوان فلسفه هیچ مکتب و پانتون و مدرسه و اینای توجه مردم را بر خود جلب کرده نتانست. اسلام که آمد تمام مکاتب، مکتب‌های بودایی، مکتب‌های هنود، مکتب‌های سیک، مکتب‌های یهودا، مکتب‌های نصارا، مسیحیا، اینا آیستا آیستا اینا کمرنگ شد و ضعیف شد و مردم از اون طرف توجه خود از دست دادن به سوی اسلام. در این حسد و حق یهودا سوختن. یهودا جمع نصارا توطئه ساختن برای مسلمان‌ها، جنگ‌های صلیبی را آغاز کردن. جنگ‌های صلیبی خیلی طول کشید و تا امروز هم جنگ صلیبی دوام داره. این عمر جنگ صلیبی طولانی ترین جنگ در تاریخ بشریت است. در تاریخ بشریت طولانی ترین جنگ به نام جنگ های صلیبی است که قدامتش از 12 و 13 صد سال تجاوز میکنه.
اینجا اسلام آهسته آهسته اروپا را گرفت، افریقا را گرفت، آسیا را گرفت، قسمت‌های را گرفت که بشریت آهسته 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 اون وقت می سه قاره انسان زندگی میکرد. انسان این انترکتیکا خالی و قابل زندگی نیست، وقت هم نبود، چیزی جای یخبندان است. امریکا در وقت تولد نشده بود، امریکا در وقت تولد نشده بود، او مناطق برزیل و امریکای لاتین و اینا بود و اول با رابطهش با بشریت قطع بود دیگه، بیشتر سرزمین آباد و زندگی نبود. انسانایی که زندگی میکرد در سه قاره میکرد، در قاره آسیا، اروپا و افریقا. این قاره با هم وصل هستن، یرسه ازی با هم در یک منطقه واقع است، از نگاه جغرافیایی عرصه‌اش با هم نزدیک هستند، خیلی همسایگی که در همسایه دیگه اش واقع است. در اینجا آهسته آهسته اسلام اولین حرف میزد. یهود و نصارا بعد از اینکه در جنگای صلیبی شکست خوردن، اینا آمدن ترفندهای ساختن به نام فلسفه های غربی، برخلاف فلسفه اسلامی فلسفه های غربی را ایجاد کردند. فلسفه غربی طبعا از حقد و کینه که یهود و نصارا داشت، از اون منشأ داشت، یک سلسله تئوری ها و نظریات را، نظریاتی که مثبت از یونانیا از مسلمان ها گرفتن، او را به یونانیا نسبت دادن که از اون نظریات نمیتونستن فرار کنن، او را به یونان نسبت دادن. میگه دانشمندان یونان چنین گفته، بطلموس چنین گفته، مثلا ارسطو چنین گفته، سقراط چنین گفته، افلاطون چنین میگه. اون نظریات اسلامی را با ما قبل از اسلام نسبت دادن، نظریات مثبت که نمیتونستن از او فرار کنن. یک قسمت نظریات آمدن با معاصرین خود از مسلمان ها دزدی کردن، از کتاب های مسلمان ها او را به نسبت به سوی خود دادن. میگه کان چنین گفته، لاپلاس چنین میگه، دیکارت چنین میگه، مثلا گالیله چنین گفته و به مثل ازی به دانشمندان خود ازیا نسبت دادن. این قصه قرن اواخر قرن 18 را برات میکنم، یعنی سه قرن پیش از امروز، امروز قرن 21 است. در قرن 18 دومین کار که کردن که نظریات فلسفی دیگرا را بر خود نسبت دادن، این نظریات فلسفی دیگرا بر خودشان منصوب شد و خودشان از نظریات فلسفی دیگرا اتباع می کردن. سومین کار را که وا کردن در پهلوی ازی که نظریات فلسفی خود و دیگرا را بر خود نسبت دادن و یک کار دیگه هم کردن در پهلوی ازی که یک سلسله تیوری ها را ساختن که این تیوری باید در مقابل تیوری اسلام باشه. آمدن نظریات الحادی و نظریات ضد خدایی و ضد دینی و هر آنچه که با موازین دین در تضاد است، این سلسله نظریات را خیلی را پرداز دادن و پرداز دادن و پرداز دادن، این را عام شمول ساختن. از ابتدا در مدارسشان این تلقین میشد در اذهان بچه که وقتی از مدرسه فارغ التحصیل میشد با امید یک نظریه که هر چی برش میگفتی که گاو سیاه شیرش سفید، میگه نه گاو سفید است شیرش سیاست. بمو تو یک روحیه تربیه شده بود، بمو تو یک روحیه تربیه شده بود که دیگر روحیه برای از جان دادن خیلی سخت بود. در این وقت فلاسفه غرب آمدن نظریات ضد دینی خود را عام شمول ساختن. آهسته آهسته بعدها نظریات داروین به میان آمد در قرن 19، نظریات داروین به میان آمد، یک سلسله نظریات دانشمندای دیگه که بعدها شکسپیر و مثلا ماو و کارل مارکس و اینا خود مردم های بعدی هستن، باز انگلس و ماو یا به مثل از این انسان ها آمدن نظریات را هر کس در گروه سیاسی قالب بندی کرد، از پیش از او استفاده کرد که از جمله پسترین نظریات، نظریات ماکیاولی. ماکیاولی آمد و نظریات به خاطر رسیدن به مقاصد از هر چی استفاده کو، آمدن از یک سلسله دانشمندا استفاده کردن به عنوان فکرهای سیاسی را در قالب علمی گنجانیدن، مثل فروید. افغانا فروید میگه برش. فروید اتریشی یک یهودی بود، خیلی انسان اقدمن بود، آمد یک سلسله نظریات روانی از ایرا، نظریات روانشناسی داشت. ایرا در چون انسان اقدمن بود، خودش هم یهود، یهودا معمولا اقدمن هستند، بازی انسان خیلی اقدمن بود. فروید اتریشی، از اتریش بود، رفته بود غرب، در غرب آباد شده بود، در امریکا آباد شده بود. نظریات از ایرا آهسته آهسته تا اوایل قرن 20 تا اوسط قرن 20 هم مجارا فرا گرفت. بعدها این سه مکتب
در سه عرصه با هم، در عرصه فلسفه، در عرصه اقتصاد و در عرصه سیاست کله به کله شدن. هر کدامش در تقابل قرار گرفت. دو فلسفه در یک ردیف یک طرف زاویه قرار داشتن که او را فلسفه شرقی سوسیالیستی و فلسفه شرقی سوسیالیستی غربی سوسیالیستی که بعدها به نام کمونیسم و به نام کپیتالیسم در عرصه اقتصاد تبلور کرد، ای را گرفتن در یک زاویه علیه اسلام استاد شدن. خودشان در دو زاویه خو رخشان به طرف یک زاویه اسلام. اینا را یک مثلث فکر کنین، در دو گوشیشی یک گوشیش که هر دوی قوتشان بالای اسلام آمد و سر مسلمان و اسلام حمله وار شدن. اما بین خود هم اینا زاویه داشتن، اینا بین خود هم زاویه داشتن که هر کدامش به نحوی تیری از اسلام میخورد، به نحوی تیری از کپیتالیستی غرب، به نحوی تیری از اسلام میخورد، به نحوی تیری از کپیتالیستی شرق. و اسلام هم این شکل یک تیر از کپیتالیستی غرب میخورد، یک تیر از سوسیالیستی شرق. در اینجا سه نظریه، نظریه که در سه عرصه جا افتید، نظریه اقتصادی، سیاسی و نظریه فلسفی که در فلسفه دیگه تمام مسائل اجتماعی همه. مکتب کپیتالیستی غرب بیشتر روی اقتصاد چه کرد تا به نظریات فلسفیش. از نظریات فلسفی بیشتر آمد سر اقتصاد فوکس کرد و زیاد تمرکزی از یا زیاد امو نقطه فشار از یا بالای نظریات اقتصادی بود. مکتب محض اقتصادی شد به خاطر رسیدن به ماده. هر آن کار را باید بکنی که تو به قدرت‌های مادی برسی، که در رشته‌های اقتصادیش، رشته‌های اقتصادیش در عرصه سیاست هم استخدام شد، در عرصه نظامی هم استخدام شد، در عرصه فتوحات و کشورگشایی‌ها هم از پیش از کار گرفتن. مکتب کپیتالیستی غرب به این شکل که زیاد توجه و تمرکز از یا بالای نقطه اقتصادی بود. بالمقابل مکتب شرق یا مکتب سوسیالیستی شرق که بعدها به نام مکتب مارکسیزم یا نظریات کارل مارکس یاد شد، که انگلس و ستالین خود یک آدم نظامی از یا بود و یک بیشتر یک آدم قصاب بود. ستالین و لیلن و اینا قصابایشان بودن، نظریات فلسفیشان کمتر بود. اما کارل مارکس انسان فلسفی بود، انگلس انسان فلسفی بود، ماو انسان فلسفی بود، ماو از چین بود. اینا انسانهایی بودند که نظریات فلسفی آن داشتند، در پهلوی از این که مسائل نظامی و سیاسی و اقتصادی به نظریات فلسفی هم یک سلسله آرای فلسفی داشتند. خوی آرا را ما قبلا بر شما گفتیم که این آرا از کجا آمده بود، تولید شده بود. یک سلسله از مسلمان ها دزدی کردن، نسبتش به یونانی ها دادن. یک سلسله واقعا از خود یونانی ها مانده بود. یک سلسله دیگر عقدمندای از یا ایجاد کردند که او نظر جا افتید و فلسفه را برای خود گرفت، مثل نظریات داروین. نظر داروینه که هر انسانی که آب و نان میخوره میفهمه که نظر داروینه میخواد که یک نظر غلط است. نظر تکامل که انسان یک موجود تکامل یافته است، انسان یک موجود متکامل است، یک موجودی است که ابتدا یک ویروس باکتریا بوده، این باکتریا یا باکتری ما شما میگیم میشنه، این باکتریا و باکتری تکامل کرد به شامپانزه تبدیل شد، شامپانزه تکامل کرد به انسان کمون اولیه یا انسان پشمینه تبدیل شد، انسان پشمینه تکامل کرد به انسان عاری یا انسان امروزی تبدیل. این انسان عاری میگه چون کم موی است، انسان اول میگه مو داشت. به یک فلسفه هر کسی را میفهمه که اشتباه است. چرا؟ میبینه که دی ان ای تغییر ناپذیر است. دی ان ای را شما میفهمید، مطالعات دی ان ای، دی ان ای شادی 44 است، دی ان ای انسان 46. چطور امکان داره که 44 مساوی با 46 شود؟ در هیچ کره از کائنات بری 44 مساوی با 44، 46 مساوی با 46 است. امکان نداره که 44 هم وزن 46 باشه. دی ان ای شادی 44 است، دی ان ای انسان 46، هر دوی شاد نه مساوی هستن. میگه اینا یک خانواده، دی ان ای از یک خانواده است. این مطالعات دینی که اینا کردن و بالاخره یک دروغ را داروین بافت که بعدها کارل مارکس از او دروغ و انگلس و ستالین لیلین و بلاک شرق از او به عنوان نظریات استثماری خود و استعماری خود کار گرفت و بالاخره توانست که بشریت را، یک قسمتی از بشریت را زیر نظریات خود مغلوب بسازه. این یک طرف مکتب، یک زاویه. زاویه دوم که دو طرف زاویه را گفتم، زاویه شرقی را براتون گفتم، غربی را که کپیتالیست های غرب بودن و سوسیالیست های غربی بیشتر نظریات اقتصادی از وادی آخر از فلسفه درگذشتن. حالی شما هر کدام مثلا نظریات آدم اسمیت را بخوانید،
آدم اسمیت نظرات چه میخونی کلن اقتصادی است، فلسفهش بر مبنای اقتصاد استوار است. بعدها که ماکیاولی آمد خب بیخی تماما مادیگر مطلق و هدفمند مطلق. نظرات فروید بخونی عقده و غریزه دیگه چیز نداره. فروید تابع غریزه است. یعنی فروید فکر کنی به ادبی معاف که سر و پا کل شهوت است، شهوت است پیش نظریاتش میباره. کتاب فروید بخون تحریکات شهوانی در وجودت پیدا میشه. چرا؟ نظر از او به جز غریزه چیزی نداره. کل نظریات از این مادی محض شد. یک قسمتش به اقتصاد، یک قسمتش به غرایز شهوانی. انسان در مکتب غربی یک موجود محض مادی، یک موجود محض غریزوی، یک موجود محض مطلب طلب، یک موجود محض شهوانی، یک موجود محض بخور بنوش خواب کو رفع غریزه جنسی کو توالد و تناسل کو از دشمنت حذر کو. بین 3-4 نقطه ای دوار شد در مکتب غرب. خود در مکتب اسلام انسان مطالعه کرد. اسلام هیچ وقت خود نباخت در مقابل سه زاویه، سه طرف تیر آمد، خو اسلام مسیرش منحرف نشد. امو روانی که در وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم گذاشته بود، بمو روان تا امروز هم روان است. پیغمبر علیه السلام کدام مسیر را که به اسلام ترسیم کرده بود، امو مسیر امروز هم اون امو مسیر است، تغییر نکرده. هیچ تغییر نکرده، نه در فلسفه، نه در اقتصاد و نه در نظریات سیاسی و اجتماعی و امثال از این. در هیچ چیز تغییر نکرده. اون امو خط مشره که رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسیم کرده، امو خط مشره امروز هم روان است. بله، انسان ها از او کج و پلیج میشن، مسلمان ها گاهی طرف میرن، گاهی طرف میرن، یکی دی طرف میرن، یکی دی مستقیم میرن، یکی دی به جهت مخالف میرن، اما خود مسیر امو تو روان سیده ساده روان است. در اینجا نظریات غرب پیرامون انسان ای است که انسان موجود مادی است، هر خصلت انسان تابع ماده است. انسان جنایت میکنه بر ماده نیازمند است جنایت میکنه. آنانی که فلسفی میاندیشن میگه انسانی که جنایت میکنه این میگه اکسلسلسله عقده داره. فروید میگه، فروید، پابلوف، بینر و امثالی از دانشمندهای غربی که دانشمندهای علوم علمی هستن، اینا کسانی هستن که واقعا دانشمند علمی بودن، اگرچه نظراتشان مملو از اشتباهات است ولی از دانشمندیشان این کار نمیکنیم. یا چی میگن بینر و مثلا پابلوف و فروید و گیدرز مثلا امثال از این، یا میگن که نه انسان تابع عقده هاست، انسان عقده انسان باعث میسازه. عقده از کجا ایجاد شده؟ از عدم اشباع غرایز. هرگاه غریزه را اشباع نکنی به عقده تبدیل میشه. مثلا غریزه شهوت است، یک آدم غریزه شهوت اشباع نکنه عقده من میشه، میگه آدم به عقده ایجاد میشه. یا آدم باز میگه حملات وحشیانه میکنه وقتی که فهمید که جایی که اطفای غریزه برش ممکن است، اونجا باز میگه حمله وحشیانه میکنه، اونجا باز هیچ نوع ترحم مد نظر نمیگیره. چرا میگه؟ این غریزهش میگه اشباع نشده. خب ما میبینیم این انسانایی که هیچگاه غریزهش اشباع نشد ولی وحشی نشدن. مریم بتول سلام الله علیها هیچگاه غریزهش اشباع نشد ولی هیچ و حمله نکرد. عیسی هیچگاه غریزهش اشباع نشد. چرا؟ عیسی زن نداشت، غریزه بس و حرام خواه مرتکب نه. غریزه از دو راه اشباع میشه، یا از طریق حلال یا از طریق حرام. از طریق حلال عیسی علیه السلام ازدواج نکرد، از طریق حرام پیغمبر الهی بودی کار نمیکرد. مریم علیه السلام همچنان، یحیی علیه السلام هیچگاه غریزه اشباع نشد. این انسان هاییست که قرآن گفته. بعد از قرآن در تاریخ هم محیط انسان ها داریم. شیخ الاسلام ابن تیمیه آدم صالح بود، ما گواهی میتیم انشاءالله که آدم ولی الله بوده، هیچگاه گناه کبیره نکرده انشاءالله العزیز، آنچه که از زندگیش ما خبر داریم. ولا ازکی علی الله احدا، ولی هیچگاه غریزه اشباع نشد، اما هیچ وقت به اقدام تبدیل نشد. سید جمال الدین افغان پیشوری ما گذاشته، انسانی است که 100 سال دو نیم 100 سال پیشوری ما گذاشته، یک قرن گذاشته. اینمی انسان غریزه اشباع نشد. یعنی انسان زنده، برو شیخ الاسلام خیلی انسان دورسی که پیشوری ماست، انسان زنده که از هر سفرش برای ما آگاهی است، غریزه اشباع نشد ولی هیچگاه حمله نکرد. کدام جایم در تاریخ ثابت ساخته نمیدونه که سید جمال الدین عمل ناروا را اجرا کرده باشه، مرتکب نشده. امام نووی رحمت الله علیه یک امام و به مثل از علما بسیار زیاد هستند. یک کتاب رو بخونه به نام علما العذبین، علمای مجرد، علمای مجرد تقریبا 600-700 علما رو جمع آوری کرده است، تجرد گزیدن. یعنی بسیار پس لذا نظر فروید، نظر بینر و نظر پابلوف و نظر گیدز
و امثال از این غلط برآمد. چرا؟ انسان دیدیم که انسان با وجود غرایزش بانا شده ولی وحشی نشد، عقده مند نشد، انسان به عقده تبدیل نشد، بلکه بالمقابل مشفقترین انسان های عصر بودن. سید جمال الدین افغان چقدر انسان مشفق مهربان بود، برای بشریت سر روز دلش میسوخت، سر امریکا دلش میسوخت، سر انگلیس دلش میسوخت. انگلیس هم میگم من استعمار تو را بد میبینم، افراد تو را بد نمیبینم، افراد تو هدایت میشن، استعمار تو را بد میبینم، استثمار تو را، ملت خوردن های تو را بد میبینم، که تو ملت ها را قرط میکنی میبلعی، مینی تو بد میبینم. نه خودت گفت، خودت افراد هستی، افراد انسان ها را گفت من از انسانیت نفرت ندارم. بالمقابل بسیار انسان های هستند که غرایزشان روزانهش با میشه ولی انسان های وحشی هستند. شما این ظالم های جزارا و قصابخانه هایی را که در دنیا به نام سیاست مدارا و قدرتمندا و وزیرا و وکیلا و امثال از این میبینین در دنیای امروزی، اینا مگر غرایزشان اشباه نمیشه؟ روزانه زنا میکنن، روزانه انحراف میکنن، روزانه ازدواج هم دارن همه، ولی با وجود از او هم انسان های وحشی هستند. پس از این معلوم میشه که نظریات مکتب کپیتالیستی غرب اشتباه بوده است در عرصه فلسفه و در عرصه علوم انسانی. بالمقابل مکتب کپیتالیست، مکتب سوسیالیستی شرق که بیشترش بر مبنای اشیا استوار بود، اقتصاد و اشتباه و آمد سر یک ای سر غربا ظلم کرد، غرب غریبای روی زمین پایمال کرد، شرق آمد سرمایه دارای روی زمین پایمال کرد، زمین های مردم از پیش استملاک کرد. اسلام به یک منهج روان حرکت، نه افراد کرد نه تفرید، آمد نظریات اقتصادی که رسول الله وضع کرده بود، امروز اون نظریات هیچ وقت تعادل نکرده. نظریات سیاسی که رسول الله صلی الله علیه و آله وضع کرده بود تا امروز و الحمدلله اسلام همون نظریات وجود داره، هیچ وقت افراد تفرید نپذیرفته. نظریات فلسفی و علوم انسانی و انسان شناسی که اسلام وضع کرده هیچ گاه نشده که عدول کرده باشه. پس لذا اسلام جوابش غیر از اون جوابی است که براتون گفتم. اینکه جواب اسلام چی است؟ این ان شاء الله العزیز درس آینده ما. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل، که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما انتشارات سید جمال الدین افغانی